و طبق گفته دانا رورا باکر، نماینده کنگره ایالات متحده، رسانه‌های وابسته به سرمایه دولت آمریکا همچون رادیوی آزاد آسیا و صدای آمریکا مسائل مهم چین را گزارش نمی‌کنند. دولت چین نفوذی ناروا در رسانه‌های ما دارد، چرا که شرکت‌های بزرگ آمریکایی با مشارکت این رژیم گانگستر در پکن به منافع خود به سرعت می‌رسند و می‌ترسند که کمونیست‌های مستقر در پکن را بیازارند. این قضیه در برگیرنده مسائل حقوق بشر نیز می باشد. نماینده کنگره رورا باکر روز سه‌شنبه گذشته در مصاحبه‌ای در NTD به طور خاص به برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی زنده در چین اشاره کرد. اگر احتمال می دادند که گیر می افتند، افراد مذهبی را زندانی نمی کردند و اعضای بدنشان را بر نمی داشتند. ولی آنها برای این کارشان مجازات نمی شوند و حتی رسانه‌های آمریکا به این مسئله اشاره نمی کنند. وی معتقد است که دو دلیل عمده وجود دارد که چرا رسانه‌های ایالات متحده و سایر کشورها زیاد درباره برداشت اجباری اعضای بدن در چین گزارش نمی‌کنند. علاوه بر فشار اقتصادی، دلیل دیگر تجارت پرسود اعضای بدن است. یکی از این دلایل سوددهی این مسئله است. بسیاری از غربی‌ها در آن شرکت می‌کنند و از اهدا کنندگان عضو که در حقیقت زندانیان سیاسی و یا مذهبی هستند، اعضای بدن دریافت می‌کنند. بدین دلیل رسانه‌های ما اظهار می‌دارند ما نمی‌خواهیم از چیزی که آمریکایی‌ها در آن نقش دارند گزارش تهیه کنیم. ماه سپتامبر پیش رورا باکر کنگره‌ای را در مورد برداشت اعضای بدن میزبانی کرد. او همچنین نامه‌ای خطاب به وزارت امور خارجه را امضا کرد که خواستار انتشار هر گونه اطلاعات در مورد این مسئله می‌شد. NTD از چند دفتر نمایندگان کنگره مطلع شده که وزارت خارجه آمریکا پاسخی در این مورد نداده است.